با نام خدا و با عرض سلام و خبر شش خوش آمدید. امروز چهارشنبه هشتم ماه دلو سال 1399 هجری خورشیدی در آغاز سر خط چند خبر. خواست عبدالله بر استفاده از فرصت کنونی برای سال بعد ما فرصت زیادی نداریم برای کار و هر روز ادامه جنگ از مردم ما قربانی میگیرند. کشته و زخمی شدن 8500 غیر نظامی در سال 2020 میلادی در افغانستان. هنوز هم تلفات افراد ملکی در حد بلند است که میتونیم بگوییم فاجعه کماکان در افغانستان جریان دارد. خواست شمار از اعضای مجلس نمایندگان از کشورها و نهادهای کمک کننده از بحر حل مشکلی نهاد با حکومت. هیئت را تعیین بکنین که با نماینده و سفیر اتحادیه اروپا که از چندین کشور اروپایی نمایندگی میکنه با او ملاقات داشته باشه. گفتهای زد و نقیز وزیر معدن و مقامهای محلی جوزجان درباره روند توزیع گاز استخراج شده در این ولایت. و ادعای انعام روسیه برای کشتن سربازان آمریکایی در افغانستان یکی از محورهای گفتگوی تلفنی جو بایدن با ولادیمیر پوتین. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. همزمان با توقف مذاکرات صلح در دوحه، رئیس شورای عالی مصالحه ملی هشدار میدهد که فرصتهای زیاد در روند صلح از دست رفتن و نباید این فرصت پیش آمده از دست برود. عبدالله تاکید میبازد که تمامی زندانیان طالب از زندان آزاد خواهند شد و نامهای رهبران این گروه نیز از فهرست سیاه سازمان ملل بیرون کشیده خواهد شد، اما این همه پس از رسیدن به یک توافق صلح ممکن است. شریف امیری گزارش میدهد. مذاکرات صلح در دوحه که تنها گزینه برای پایان خشونت ها در کشور دانسته می شود، اما از 10 روز بدین سو این مذاکرات با بنبست روبرو شدند. فرصت های زیاد را ما از دست دادیم و اگر این فرصت ها باز در تقابل نظریات در تصادم نظریات ضایع شود، بعد ما فرصت زیادی نداریم برای کار و هر روز ادامه جنگ از مردم ما قربانی میگیره. منابع آگاه از مذاکرات صلح میگویند که طالبان از این رو علاقمند شرکت در مذاکرات با هیئت جمهوری اسلامی افغانستان نیستند که تضمین های جهانی برای آزاد شدن 7000 زندانی این گروه و نیز بیرون کشیده شدن نام های رهبرانشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد وجود ندارد. حالا ما به صلح نزدیک شده رفتیم، تا اون صورت مسئله زندانی ها مطرح نمی باشه یا خارج شدن از لست سیاه حتما این جز موافقت نامه و جز موافقات می باشه که صورت بگیره. جو بایدن شما نکلی سیده خلیل زاد پریگ دیسی خبالی دنده تا ادامه ورکلی ما تحکاری پر اطلون که دو اونوی که کدهشی نوی پر مختگونه دی سولی علوان پا بین لافانی خبرو کرامنستشی. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان که در انتظار حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، از حفظ دستاوردهای دو دهه گذشته در این مذاکرات اطمینان می‌دهند. ارزش‌هایی که ما در طی دو دهه بود او را به دست آوردیم، او را هرگز از دست ندهیم. معلوم دار در صورتی که سال منفی یا سال فقط بود کاغذ باشد، دوستان نمی‌کنه پایدار باشد. از سوی هم نمایندگان طالبان که برهبری ملا عبدالغنی برادر برای دومین روز در تهران به سر میبرد با رئیس شورای عالی امنیت ملی ایران دیدار کرده است. خبرگزاری کار ایران گزارش میدهد که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدارش با ملا عبدالغنی برادر گفته است که ایران هیچ گاه جریان را که بخواهد با جنگ در افغانستان به حاکمیت برسد به رسمیت نخواهد شناخت. طالبان د بین الافغانی مذاکرات او پر ځای په بهرنیو سفرونو بوخت دي. د دې معنی دا ده چې طالبان مذاکرات او اصول تجمن نه دي. اما عبدالله میگوید که سفر نمایندگان طالبان به ایران در هماهنگی با حکومت افغانستان انجام شده است.
در سال 2020 میلادی 8500 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شدند. در یک گزارش تازه که میسر مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است که در سال گذشته میلادی نزدیک به 3000 غیر نظامی در جنگ ها در افغانستان جان باختند و بیشتر از 5500 تن دیگر زخم برداشتند. در این گزارش تلفات غیر نظامیان در جنگ ها در افغانستان در سال 2020 میلادی 21% کمتر از سال 2019 میلادی گفته شده است. در این گزارش پس از طالبان، گروه های ناشناس عامل اصلی تلفات غیر نظامیان در کشور یاد شدند. زهرا رحیمی در این باره گزارش تهیه کرده است. گزارش سالانه کمیسیون مستقل حقوق بشر درباره تلفات غیر نظامیان کاهش 21% را در شمار جانباختگان و زخمیان جنگ افغانستان در سال 2020 میلادی نشان می‌دهد. بر بنیاد این گزارش 8500 غیر نظامی در سال گذشته میلادی در افغانستان کشته و زخمی شدند که از این میان 2958 تن جان باخته و 5532 تن دیگر زخمی شدند. هنوز هم تلفات افراد ملکی در حد بلند است که میتونیم بگوییم فاجعه کماکان در افغانستان جریان دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر میگوید که در این سال به گونه میانگین در هر شبانه روز 8 غیر نظامی کشته شده و 15 تن دیگر زخمی شدند. این کمیسیون طالبان را عامل 4567 رویداد، گروه های ناشناس را عامل 2107 رویداد و نیروهای دولتی را عامل 1188 رویداد جان باختن و زخمی شدن غیر نظامیان در افغانستان میداند. اما گروه طالبان این گزارش را رد میکند. طالبان در ماه‌های اخیر بدون اینکه مسئولیت بگیرند دست به جنایات کلان بشری زدند، هزاران تن از هموطنان ملکی ما را به شهادت رساندند. بیشتر انفجارهای برخواسته از ماین‌های مغناطیسی و ترورهای هدفمندانه در شهرهای کشور رخ دادند. در سالهای 2018 و 2019 میلادی حمله های پیچیده انتحاری و انفجارهای برخواسته از موترهای بم گذاری شده بیشترین تلفات غیر نظامیان را بر جا گذاشته بودند. اما در سال 2020 ترورهای هدفمندانه و انفجارهای برخواسته از ماین‌های مغناطیسی بیشترین قربانی را از غیر نظامیان گرفته است و نگران کننده تر این که هیچ گروه مسئولیت این رویدادها را نپذیرفته است. زهرا رحیمی، طلوع نیوز. شمار از اعضای مجلس نمایندگان می گویند که به خاطر رسیدگی به مشکلات در بودجه سال مالی 1400 باید با کشورها و نهادهای کمک کننده گفتگو شود. رئیس و شمار از اعضای مجلس نمایندگان حکومت را به گروگانگیری بودجه متهم می سازند و ادعا دارند که اگر حلقه خاص در هر ریاست جمهوری می خواهد که با آوردن فشار بر اعضای مجلس بودجه را به گونه ظالمانه تایید کنند. در این حال شمار دیگر از نمایندگان علت کاهش درآمدهای بانک مرکزی را وجود فساد در این نهاد می دانند. اما حکومت در این باره چیزی نمی گوید. مسعود انصار جزئیات را گزارش می دهد. یک ماه و هشت روز از سال مالی 1400 میگذرد، اما هنوز جنجال و تقابل بر سر مسوده بودجه امسال میان مجلس حکومت جریان دارد. د ځینې وکیل صاحبانو د تیلو د لغوه کولو موضوع ده چې ځینې قراردادونه ځینې اخیستل سوي او ځینې وکیلانو څخه هم شخصي پروژې اخیستل سوي دي. اما رئیس و شماری دیگر از اعضای مجلس ارک را به گروگانگیری بودجه و مرکز مافیای اقتصادی و فساد متهم می سازند. رئیس جمهور گروگان گرفته. ما روز دوشنبه ارغندوال صاحب می خواهیم. ارغندوال صاحب برش پرسان کنه که تو وزیر مالیه بودی. همین دو باره که رد شد تا می بودجه را دیده بودی. از سوی دیگر یکی از اعضای مجلس از برکناری نزدیکان اعضای مجلس نمایندگان از سوی حکومت به ویژه امنیت ملی استقبال می کند. سایل های زده بند هایی که ما داشتیم در سابق هم به مو اساس پیش رفتن، ای تعیینات و عزل شدن هم به مو نمو تفاهم بوده. اما این گفته ها با واکنش تند شمار دیگر از اعضای مجلس روبرو می شود. همسر ما کادر امنیت ملی بود، 10 سال سابقه کاری داره و من 2 سال است که وکیل هستم. شماری از اعضای مجلس می گویند که حکومت درباره بودجه به آنان پاسخگو نیست و باید با کشورهایی که بودجه را تمویل مالی می کنند وارد صحبت شوند. هیئت را تعیین بکنین که با نماینده و سفیر اتحادیه اروپا
که از چندین کشور اروپایی نمایندگی میکنه با او ملاقات داشته باشه. این تقابل تا جای پیش رفته است که رئیس و شماری از اعضای مجلس مسئولان حکومتی را متهم به دزدی میکنند و میگویند که باید پشتیبانی پولی نظام افغانستان از بانک مرکزی به یکی از کشورهای دیگر جهان انتقال پیدا کند. برای انتقال این گنجینه دوباره از افغانستان شما جدا اختیاریه وارد کنید. گنجینه طلایی باختر و یا پشتیبانی پول افغانستان باید هرچی عاجل به یکی از معتبرترین کشورهای جهان به طور امانت فرستاده شود، چون بانک مرکزی افغانستان فاقد اعتبار می باشد. اما ارک می گوید که گنجینه باختر در درون کشور مسئول است و پیشنهاد انتقال و سپردن این سرمایه ملی به یک کشور دیگر غیر مسئولانه و خلاف منافع ملی است. چهار انفجار امروز در شهر کابل رخ دادند. در انفجار نخست بر یک موتر پلیس در منطقه دیسپیچری حوزه 15 امنیتی دو پلیس و یک غیر نظامی زخم برداشتند. در انفجار دوم بر یک موتر نیروهای تصدی محافظت عامه دو پلیس جان باختند و سه تن دیگر زخم برداشتند. هرچند انفجار سومی در چهارراه انصاری شهر نو کابل تلفات نداشت، اما در انفجار چهارمی در منطقه گولوی دواخانه در حوزه 3 امنیتی سه تن زخم برداشتند. در این حال دفتر معاون نخست رئیس جمهور از برخی از دستاوردهای امنیتی در حدود 3 ماه گذشته خبر می‌دهد. انیسه شهید گزارش می‌دهد. یک بامداد دیگر کابل نشینان با انفجارهای آغاز شد. انفجار نخست حوالی ساعت 8 بامداد در این جاده در حوزه 12 یک موتر پلیس را آماج قرار داد. در این رویداد دو پلیس و یک غیر نظامی زخم برداشتند. مواد انفجاری در حفره در اینجا جاسازی شده بود. این پیش دکان صاحب دادن که یک پیره گرم بس کرد. ما دویدیم سن دکانم گاز گل کردیم باش این انفجار نکنه. دیگه نه که بر آمدن که دوستان خون پر است. دومین انفجار این موتر نیروهای امن و نظم عامه را در حوزه 15 حوالی ساعت 9 بامداد در برابر خانه های مردم هدف گرفت. یک نفر ملکی بود اینجا استاده بود، اون زخمی شده کمی. کمی که دیگه یک دو دن نفر ما شهیده داشتم، دو دن اسکر بود. یک دن اسکر خوب زخمی بود، خوب بود. 4 تن در داخل این موتر بودند که 2 تن به شمول فرمانده یک بلوک نیروهای امن و نظم عامه جان خود از دست داده و 2 تن دیگه هم زخم برداشتند. این انفجارها زیانهای بر خانه ها و دکانهای اطراف محل رویداد بر جا گذاشته است. 6:30 صبح کجاست؟ هیچ چیزی وجود نداره. هر روز یک انتحاری میشه، هر روز یک موتر چسبکی زده میشه. چی وقت جلوی از ایره میگیره؟ نمیتونه، بهترین راهش خوب است که استعفا بده. در همین حال دفتر مطبوعاتی معاون نخست رئیس جمهور از شناسایی هسته های کوچک هراس افغانی در پایتخت خبر میدهد و میگوید که بیش از 6000 مجرم جنایی شناسایی و 1500 تن دیگر نیز گرفتار شدند. در کابل پوشش پلان جدید امنیتی در حال آمدن هست و برای مهار تروریسم و جرم بر محور هر دقیقه و ساعت اقدامات جدی صورت میگیرد. این سومین انفجاری است که امروز در شهر نو کابل چهارراهی انصاری در نزدیک دروازه‌های ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالحه و چندین نهاد دولتی دیگر در این منطقه رخ می‌دهد. اما این انفجار تلفاتی در پی نداشت. در همین حال در چهارمین انفجار در گولایی دواخانه در حوزه 3 کابل که یک موتر دکتران صحت روانی را آماج قرار داده است، 3 تن زخم برداشتند. بر بنیاد آمارها در بیش از 110 روز گذشته در انفجارها و قتل‌های هدفمندانه در کابل بیش از 177 تن جان باختند و بیش از 360 تن دیگر زخم برداشتند. در این حال چگونگی قتل‌های هدفمندان خبرنگاران و فعالان جامعه مدنی همچنان ناروشن مانده است. یک ماه پیش رئیس امنیت ملی گفت که در پیوند با برخی از این رویدادها به شمول قتل یماسیاوش و دو همکارش کسان بازداشت شدند، اما تاکنون در این باره جزئیات پخش نشده است. در این حال فعالان رسانه‌ای و جامعه مدنی در ولایت کندوز میگویند که به علت افزایش تهدیدها فعالیت‌هایشان محدود شدند. ادامه خبرهاست تولو و تولو نیوز.
رهبران امریکا با روسیه تلفنی گفتگو کردند. جو بایدن در نخستین تماس تلفنیش با ولادیمیر پوتین درباره مسائل گوناگون از جمله گزارش‌ها درباره مداخله روسیه در انتخابات امریکا و پاداش مسکو از مخالفان مسلح در افغانستان از بهر کشتن سربازان امریکایی گفتگو کرد. جو بایدن یک هفته پس از آغاز کار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده برای نخستین بار با همتای روسش ولادیمیر پوتین تلفنی گفتگو کرد و از مشکلات میان دو کشور از جمله متهم شدن روسیه به مداخله در انتخابات امریکا، حمله های سایبری و سرکوب معترضان در روسیه یادآور شد. این تلاش های مداوم برای سرکوب حقوق روس ها، برای اعتراض و گردهمایی اعتراض آمیز و آزادی بیان نشانه های نگران کننده برای محدودیت بیشتر در جامعه مدنی روسیه اند. ناوالنی باید بی قید و شرط هرچه زودتر رها شود. ادعای دادن پول به طالبان از بهر کشتن سربازان امریکایی در افغانستان، پیمان های هسته‌ای دو جانبه و نیز بازداشت الکسی ناوالنی از منتقدان سرشناس پوتین از مسائل دیگر در گفتگو میان بایدن و پوتین بودند. تجاوز مدام روسیه در اوکراین نگران کننده است. رئیس جمهور بایدن در این باره و نیز درباره پاداش دادن روسیه برای کشتن سربازان ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیز با همتای روسش گفتگو کرد. نخستین گفتگوی رهبران دو قدرت جهانی در سایه این موضوع قرار داشت که جو بایدن و دموکرات ها همواره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را به همسویی و موضع گیری نرم در برابر کرملین متهم میکردند. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. ایالات متحده ای امریکا در حال بررسی ایجاد پایگاه های تازه در عربستان سعودی است. ارتش ایالات متحده اعلام کرده است که همزمان با افزایش تنش ها با ایران در حال بررسی استقرار نیروهایش در یکی از بنادر دریای سرخ و دو پایگاه هوایی دیگر در خاک عربستان سعودی است. رئیس ستاد ارتش اسرائیل در هشدار صریح به حکومت جو بایدن درباره احتمال بازگشت امریکا به توافق هسته‌ای با ایران میگوید که اسرائیل برنامه‌های تازه دیگری را برای حمله به ایران در سال روان میلادی روی دست گرفته است. نخست وزیر ایتالیا استعفا کرد. جوزپا کونته نخست وزیر ایتالیا دو هفته پس از آن که یکی از اعضای کلیدی حکومت ائتلافی او به خاطر شیوه مدیریت بحران کرونا و مشکلات اقتصادی کابینه را ترک کرد، دیروز استعفا کرد. آقای کونته با این امید استعفا کرده است که سرجیو ماتارلا رئیس جمهور ایتالیا فرمان تازه ای را صادر کند و به او اختیار تشکیل حکومت بعدی را بدهد. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. وزیر معادن و پترولیم توزیع گاز استخراج شده را از ذخایر گازی ولایت جوزجان به خانه ها در شهر شبرقان رد می کند. مقام های ولایت جوزجان گفتند که قرار است به زودی هزاران خانه در شهر شبرقان از گاز استخراج شده از چاهای نفتی جوزجان بهره مند شوند. بر بنیاد اطلاعات تصدی افغان گاز در شهر شبرقان، در حال حاضر در یک شبانه روز 600 هزار متر مکعب گاز از ذخایر شبرقان استخراج می شود. عارف مصوی در این باره گزارش فرستاده است. مقام های ولایت جوزجان می گویند که کار لوله‌کشی به درازای 6 کیلومتر از ساحه نفتی جرقدوق در حومه شهر شبرقان تا دستگاه توزیع کننده اصلی در مرکز این شهر آغاز شده است و قرار است در گام نخست گاز به خانواده های توزیع شود که در سالهای گذشته به شبکه شهری گاز وصل شده اند. ما یک گاز تمدید میکنیم و تمام هم شهریان شهر شبرقان انشالله به تک جدا جدا در هر خانهش انشالله بخیر گاز میره. معلوماتی که اونا دین روز امروز رسانه شریک ساختن دقیق نیست. یک پایپلاین است از سابق که به شهر شبرقان میره، تخریب شده، ترمیم از او جریان داره. با مقدار گازی که دو میره بر شهر شبرقان او تعلق پیدا داره که چای که افر شده چقدر مقدار گازی از این که ما قرارداد کته شرکت های دیگه داریم که برق تولید میکنه با او تعلق داره.
رئیس تصدی افغان گاز میگوید که انتقال گاز از چاهای نفتی جوزجان به کارخانه کود و برق مزار شریف نیز از سر گرفته خواهد شد. ما گاز سنفردا را پروسس میکنیم تقریبا 600 هزار متر مکعب در یک شبانه روز. کارخانه جدگلس، بزرگترین کارخانه تولید شیشه های ناشکن در مزار شریف، یکی از کارخانه هایی است که به علت نبود گاز کارش متوقف است. فابریکه شیشه فیز اولش فعال شد و صدها نفر مشغول به کار می شود. در حال حاضر 75 چای نفتی در جوزجان وجود دارند که از آن جمله 27 چا فعال می باشد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 77 افغانی و 25 پول، یک یورو 93 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 95 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 479 افغانی. گروهی از جوانان در یکی از باشگاه‌های کابل با رقص بریک، گونه‌ای از ورزش نیز شناخته می‌شود، چهره جدیدی از افغانستان را به تصویر کشاندند. منیژه تلاش بانویی است که با هم تیمی‌هایش در یک باشگاه ورزشی در مرکز شهر کابل رقص بریک را تمرین می‌کنند. وی می‌گوید با وجود مخالفت‌ها و تهدیدهایی که با آن روبرو است، اما از فعالیت‌هایش منصرف نشده است. کمیته بین‌المللی المپیک اخیراً در کنار دیگر رشته‌های ورزشی رقص بریک را به عنوان ورزش پذیرفته و شامل المپیک 2024 پاریس ساخته است. تیم ملی کرکت کشور در فرجامین دیدار بازی‌های 50 آوره جهانی آیرلند را با تفاوت 36 دو شکست داد و 30 امتیازی شد. پس از این دیدار راشد خان آرمان با درخششش در برابر آیرلند در فهرست 10 بهترین آلراوندران جهان جایگاه ششم رزان خود کرد و مجیب الرحمن در بخش توپ اندازان بازی‌های 50 آوره جایگاه دوم جهان رزان خود کرد. و اکنون توجه کنید به چگونگی هوای پایتخت و چند شهر دیگر کشور. کابل فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 8، پایین ترین منفی 7. پکتیا فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 4، پایین ترین منفی 13. بلخ فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 11، پایین ترین 2. ننگرهار فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 22، پایین ترین 5. کندهار فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 15، پایین ترین 0. هرات فردا نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 14، پایین ترین منفی 2. قندوز فردا آفتابی، بلندترین درجه گرما 11، پایین ترین منفی 1. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. وقتتان بخیر. خداوند بزرگ نگهدارتان.